آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید خدا ما رو دعوت کرد خدا ما رو فرا خوانده و تنها و تنها زمانی ما نجات یابیم که ایمان بیاریم به یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در آخر حیات دوستان عزیز به کیسای سفیران و مسیح خوش اومدید امروز از بدلناتان میشنویم از کلام خدا بله امروز هم میخوام راجع به کلام خدا صحبت بکنم و موضوعی که امروز با هم در میخوایم خواهیم گذاشت و اون رو بررسی خواهیم که دعا هست و قدرت اون با ما باشید و کلام خدا رو گوش بکنیم جای نرید با ما باش. و من این تصورم اینه که الان که شما دارید این برنامه نگاه میکنید خانه خودتون روی صخره جابدانی عیسی مسیح بنا کردید پس بیاید بقیه آیات رو بخوانیم در انجیل لوقا باب 12 آیه 22 اینجا تیتری که کتاب ترجمه قدیمی من داده هشدار در مورد قصه برای مادیات هست دوستان پس به شاگردان خود آیه 22 به شاگردان خود گفت از این جهت به شما میگویم که اندیشه نکنید این عبارت آشنایی است نه بارها عیسی مسیح میگه در کلام در متا باب 6 آیه 33 34 میخونیم اندیشه نکنید به جهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن خود که چه بنوشید دوستان عزیز این یک حکمه این یک فرمانه این یک سجستشن نیست پیشنهاد نیستش بلکه یک حکمه میگه اندیشه نکنید چرا نباید اندیشه بکنیم خداوندا چون که زندگی ما روی صخره هستش چون که کلام خدا ما میگوید خدای ما خدای توانایی هستش هللویا خداوند ما خدای است قدیر خدای قادر مطلق هستش آیه 23 خوشم میاد عیسی مسیح وقتی تعلیم میده دوستان چون اگر چیزی رو میگه نکنید فقط نمیگه این کار رو انجام ندید مثل شریعتی یا بلکه میگه چه چیزی واهمتره چه چیزی با ارزشتره میدونید ما فکر میکنیم این برای ما با ارزشه اما عیسی میگه نه این برای شما مهمتره این برای شما ارجعتر هستش آیه 23 میگه جان جان از خوراک خوراک و از ب... و بدن از پوشاک بهتر است بدونید امروز بسیار از مردم حتی گاهی در کلیسا تمام تمرکزشون به جایی که بر ملکوت خدا باشه روی چیه دوستان؟ روی خوراک و بدن هستش چجوری به این ماشین برسم چجوری به این خونه برسم چجوری به این جس برسم چجور به این برسم مثل همون فردی که در قسمت اول با هم دیدیم که میگوید چطوری میتونم بزرگتر کنم من نمیگم نباید فکر کنیم برای زندگیمون و کلام اینو نمیگه بلکه خداوند میگه چیزی مهمتر وجود داره و اون جان ما هست سول جان ما هستش عیزان چقدر برای جانمون ما ارزش قائل هستیم بدونید این جسم از بین میره هر چقدر رو این جسم زحمت بکشیم بیشتر بنا کنیم روزی از بین میره نمیگم نباید به خودمون رسید باید بهترین لباس رو پوشید باید بهترین چیزهایی که به ما کمک میکنه شاید در زندگی اون داشته باشیم اما هدف ما این نیست مقصد ما جسم و زندگی جسمانی ما نیستش بلکه جان ما هستش کلام خدا میگه مسیح مثال میزنه برای ما و در این مثال سه نکته نهفته که میخوام با شما در میون بذارم کلاغا را ملاحظه کنید که نه زراعت میکنن و نه حساد و نه گنجی و نه انباری دارن و خدا آنها را میپروراند آیا شما آیا من به چند مرتبه از مرغان بهتر نیستید؟ واو چه تعلیمی خداوند داره به ما میده سه نکته ارز کردم اینجا وجود داره وقتی تمرکز تو فکر تو از جس بر و بر جان میگذاری و یاد میگیری که عیسی مسیح اینقدر تو رو دوست داشت به خاطر جان تو به خاطر اینکه تو نجات پیدا کنی و وارد ملکوت خدا بشی و هلاک نشی جس پوشید و انسان شد اون موقع اینطوری میتونی این تعلیم رو یاد بگیری اولین چیزی که خداوند ما میگه ملاحظه کردنه ها؟ اینجا در این تعلیم داره به ما یاد میده ابتدا میگه ملاحظه کنید ببینید آیا ما کارهای خدا رو میبینیم تو زندگیمون یکی از دلایلی که تو زندگی ما ما به سرفکندگی میرسیم به عدم آرامش میرسیم به درشکستگی و درگیری و آه خدا من منو فراموش کرده و چیزهای شبیه این میرسیم اینه که ما چیزی رو نمیبینیم که خدا میبینه هللویا چه چیزی رو ما میبینیم ببینید آنچه که خدا میبینه میدونید گاهی وقتا این عینک رو برداریم عینک دنیوی دیدن عینک تمرکز بر جسم رو برداریم آن چیزهای منفی رو بذاریم کنار و عینک کتاب مقدسی و الهی رو بر خود قرار بدیم خدا به زندگی ما چگونه نگاه میکنه خدا چگونه برای ما برنامه داره کلام او به ما چه چیزی رو یاد میده برای زندگی ما بهتره میدونید ما به هر چی نگاه کنیم همون رو انجام میدیم اگر شما به یک کرکتر به یک شخصیت هالیوودی و سینمایی نگاه میکنید و شبان روز در تفکر میکنید چه لباسی داره چه اتومبیلی داره چطور براش دست میزنن برای من کسی دست نزد کسی اصلا برای تحویل نگرفت به برور زمان چه اتفاقی میفته یا میخواید مثل اون بشید میگن یک داستان زیبایی بود سالا پیش شبان من خیلی زیبا میگفت میگفت یک کسی بود که <تصحن> در واقع خیلی از جای دیگران باشه وقتی یک ثروتمند میدید میگه ای کاش من جای این بودم ببین چقدر مردم دوره برشن وقتی یک فقیر میدید که مردم بهش پول میدن هدیه میدن کاش ما فقیر بودیم فقیر هم نشدیم یا مثلا اگر در یک مقام سخنرانی میکرد چیزی میگفت و مردم دست میزدن میگفت کاش من سخنران بودم و بعد یه همچی فردی وقتی به سر قبرستان رفت و یک مرده اونجا بود همه از اون مرده تعریف میکردن تمجید میکردن و برای گل آورده بودن میدونید ما ایرانی ها خیلی دنبال مرده ها هستیم این فردش کاش که من جای مرده بودم نباشه که ما اینقدر دنیاوی فکر کنیم که حتی بخوام مثل یک مرده باشیم نه عزیزان مثل خدا ببینید میگه کلاغار را ملاحظه کنید من زیاد با کلاغ میونه ندارم دیدم که چقدر بد جنسن این کلاغا گاهی وقتا ولی هدف خداوند چیه هدف خداوند میخواد بگه نگاه کنید چیزی که شاید به نظر ما جالب هم نیست یک حیوانیه که شاید بودن و نبودنش رو زندگی ما تاثیر نداره خدا برای او فکر میکنه به فکر نیاز او هست از همین میتونیم یاد بگیریم و بفهمیم که چقدر خدا بیشتر به فکر ماست با کلام خدا به زندگی خودمون نگاه کنیم نه با این شعر و با اون فلسفه و با اون علم که همه اینا با ارزشن ولی معیار و استاندارد خوبی نیستن برای زندگی روحانی و جسمانی ما بلکه کلام خدا چون کلام میگه انسان نه محض نازیست میکنه بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشه آمین بگیم خداوندا کمک کن که تمرکز من روی کلامت باشه اینا نه زراعت میکنن نه حساد و نه گنجی و نه انباری دارن همه چیزی که انسان ها دنبالشن نه؟ نکته دوم که عیسی میخواد اینجا ما تعلیم بده و اینه که میگه خدا آنها را میپروند هللویا خدا آنها را میپروراند میدونستید خدا میخواد شما را بپروراند خدا میخواد شما رو رشد بده خدا میگه خدا میخواد شما رو سربلند کنه این اصل دومه که باید یاد بگیریم یک با چشمان خدا به همه چیز نگاه کنه نه با چشمان دنیوی فیفی چی گفت زیزی چی گفت آبروم جلو همسایه ها میره و چیزا با فکر خدا ببینیم با چشم خدا ببینیم و دوم یاد بگیریم اصلو که خداست که میپروراند یعنی چی یعنی خدا منبع همه چیز است هللویا با هم بگیم خدا منبع است او منبع همه چیز است او سرچشمه همه چیز است او زو است آنجایی که بهترین چیزه مسیح گفت هللویا در یوحنا باب هفت گفت گفت هر که تشنه است نزد من بیاد تشنه چی هستیم عزیزان آیا میخوایم در زندگی خودمون پرورش کنیم بیابیم آیا میخوایم در زندگی خودمون در کار موفق باشیم در شغلمون در ازدواجمون در هر چیزی در تحصیلمون در خدمتمون باید بدانیم او ما را میپروراند در دعای زیبایی که حنا میکنه مادر سموئیل خیلی دوست دارم این دعا رو در دوم سموئیل رساله کتاب اول سمویل باب دوم اینو میخوانیم در این دعای زیبا میگه خداست که سرافراز میکنه هللویا میدونید گاهی وقتا ایماندارایی هستن که مثل یعقوب میمونن یعقوب چیکار میکرد و زور خودش میخواست به یه جایی برسه من میتونم من میرم جلو من حق برادرم ایسو رو میگیرم ولی عاقبت دیدیم چه اتفاقی براش افتاد از برادر فراری دشمن در عقب او و دل شکسته میگه کلام خدا میگه تا صبح در حضور خدا و خدا کشتی میگه خدا به دادم برس برکتم ندی نمیرم مثل یعقوب نباشیم عیزان هلالویه مثل یعقوب نباشیم بلکه مثل یوسف زیر دست خداوند باشه در وقت معین ما رو مبارک میکنه هللویا کسی رو که خداوند میخواد به انسان نمیتونه او رو کوچک کنه و حقیر کنه بگذاریم که خدا ما را بلند کنه سرافراز راز بکنه برکت بده و به اون جای ببره که خواست و اراده او هستش نکته سومی که عیسی میخواد اینجا ما تعلیم بده چی هستش میگه آیا شما چه عاقبت قشنگی هللویا اگر کسی در مسیح باشد این آیه مال اونه اگر کسی فکر کتاب مقدسی داره میدونه که پدر کیه خدا کیه آیا شما به چند مرتبه از مرغان بهتر نیستید هللویا من از مرغا خیلی بهترم هللویا من از انسان هایی که در خداوند نیستن چون فرزند خدا هستم که به خونه او خریده شدم میتونم با اطمینان بر کلام خدا بگم که خدا فکر عالی تری برای من شما داره تا الان به این موضوع فکر کردید که چقدر خدا شما رو دوست داره شاید همیشه این فکر کردید خدا منو فراموش کرده من دیگه به درد نمیخورم و چیزای نظیر این اما کلام چی میگه میگه شما از مرغان با ارزشتر هستید عیسی مسیح چی گفت گفت کدوم پدره که فرزندش از اون نان بخواد و او سنگ بش بده او دریغ کنه هللویا شک برنامه خداوند میخوام چند لحظه بگید شک بکنم دستاتونو برافرازید در حضور خدا بگید خداوند سپاس گذارم که تو فکر عالی تر برای من داری من از مرغان هوا از هر چیزی که اینقدر به راحتی برکت خدا برایشون وجود داره من با ارزش تر هستم میدونید پیغام انجیل برای من و شما اینه که ما با ارزش هستیم پیغام انجیل برای من و شما اینه مذهب اینه به شما نمیگه مذهب شما رو میبره 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 به جایی میرسونه که احساس پوچی میکنه احساس میکنید که من به چه درد بخورم از کجا آمدم به کجا میرم هدف زندگیم چیه اما در مسیح وقتی دید خدا رو داری ملاحظه میکنی با چشمان خدا و میفهمی که اون منبع هستش میتونی به جای برسی بگی شکر خداوندا که تو مرا فراموش نکنه هرگز ترکت نکند ترکت نکند او تو را فراموش نمیکنه خداوند میگه او با تو هست مسیح گفت تا انقضای عالم با شما هستم هرگز شما را ترک نمیکنم جلال بر نام عیسی مسیح هللویا گفت شما را یتیم نمیذارم بلکه روح القدس را میفرستم که شما را هدایت کنه و تعلیم بده هرگز شما را ترک نمی کنم بدانیم ایزان اگر خودتو ترک شده می بینی ترک شده می بینی، اگر در گوشه منزل نشسته ای اتفاقی این شبکه رو باز کردی این برنامه رو باز کردی نگاه میکنی بگید خداوند تو رو شکر میکنم چون این اتفاقی نبود من باید این پیغام امروز میشنیدم خدایی که مرا فراموش نمیکنه سه اصله مثل خدا بیاندیشید فکر کنید و ببینید مثل بدانید که منبع خداونده و سوم بدانید که با ارزش هستید چه پیغام زیبایی جلال بر نام عیسی مسیح من با ارزش هستم چون خون مسیح روی من هستش و کیست آیه 25 میفرماید و کیست از شما که به فکر به توان بر زرای برقامت خود افتاد این اینجا رو مسیح راجع به کی داره صحبت کنه راجع به افرادی صحبت میکنه که مرتب و دائما در این قصه هستند در این فکر هستند که چطور میتونم شرایط خودم رو عوض کنم چطور من میتونم به یک جایی برسم از این بهتر و بالاتر کلام چی میگه با فکر کردن با قصه خوردن با دلشکستگی ما نمیتونیم به موفقیت برسیم بلکه با اعتماد بر خدا اعتمادم بر صخره است که هرگز جنبش نخورد دیگر پایه ها باطل است با اعتماد بر خداوند ما ایسای مسیح خداوندی که میفهمد تمامی قدرت در آسمان بر زمین و زیر زمین به دست من سپرده شده به چنین خداوندی که از مردگان قیام کرد نه فقط مرده ها را زنده کرد بلکه امروز زنده هست از قبر بیرون اومده میشه اعتماد کرد هللویا به او اعتماد کنیم دوستان عزیزم بس برای به دست استاد گر شادی یا عیسی میداند جلال برنامه ایسای کیست هللویا خدا رو شکر که عیسی میتونه پس به عیسی بگو پس هرگاه آیه 26 هرگاه توانایی کوچکترین کاری ندارید چرا برای ما بقی میاندیشید؟ با لهجه ارمنی گفتم چرا برای ما بقی می هللویا اگر تو نمیتونی این کاری که توش هستی انجام بدی چرا قصه بعد از این نمیخوری امشب و امروز دوستان عزیز قصه های خودمون رو به خداوند بسپاریم آیه 27 نکته دیگه که عیسی میخواد به ما تعلیم بده سوسن های چمر را بنگرید از اون ور میگه بلاحظه کنید که چگونه خدا عمل میکنه چگونه با چشمای خدا ببینید حالا میگه با چش... به چمنها بنگرید که چگونه نمو میکنن و حالا که نه زحمت میگشن نه میریسن اما به شما میگویم سلیمان با همه جلالش مثل یکی از اینها پوشیده نبود چه تعلیمی رو میخواد خداوند ما بده اینجا چه چیزی رو میخواد بیاموزه نکته چهارم هست بارها در مزامیر میخوانیم آسمان جلال خدا را بیان میکند کوها نشان میده قدرت خدا را دریاها نشان میده که چگونه خداوند ما خدایی است دولتمند اینجا عیسی مسیح میخواد ما رو یاد وعده های خدا بیاندازه به وعده های خدا فکر کنیم دوستان عزیز عرض کردم در بخش اول و هر چی فکر کنیم همون خواهیم بود همون کار رو انجام خواهیم داد چرا ما به وعده های خدا و هم فکر کنیم چرا چشمامون رو بر وعده های خدا نیاندازیم چرا گوشمون به اخبار دنیا هست به مردمی که در خدا نیستن امروز میگن اینجوری شد فردا میگن اونجوری شد بیایم چشمامون رو بر خداوند بیاندازیم بر وعده های خدای بگذاریم که هرگز عوض نمیشه وعدای خدا مال دو هزار سال پیش مال سه هزار سال پیش مال اون اون نیستش برکه مال من و شماست چون خدا آنها را برای ما فرموده در کلامش حتی انسان با جلال و شکوه دنیوی خودش نمیتونه مثل یکی از این سوسنها باشه مثل یکی از این چمنها باشه پس هرگاه خدا علفی را که امروز در صحرا است و فردا در تنور رفکنده می شود چنین میپوشاند چقدر بیشتر شما را ای سست ایمانان چقدر بیشتر دوباره راجع به ارزش من و شما صحبت میکنه راجع به ارزش من و شما صحبت میکنه چقدر بیشتر به فکر توه هللویا نه فقط خدا به فکر ماست نه فقط ما را فراموش نمیکنه بلکه بیشتر به فکر من و شماست هللویا تمام قلب خدا در کتاب مقدس به این میشه که چگونه میتونه ما رو مبارک کنه پس شما میگه چرا من در زندگی خودم برکت نیافتم برای که این حقیقت رو باید بدونی و دریافت کنی بگو دریافت بکنم حتی اگر در زندگی نمیبینی بگو شکرت میکنم ای خداوند نکته زیبایی بود در فیسبوک امروز خواندم در اونجا شخصی نوشته بود که حتی اگر در زندگی جسمانی خودت چیزی میبینی که باب میلت نیستش حتی بدون اون نیز از خدا هستش چون وقتی میفهمی کنترل خدا در دست کنترل شما در دست خداست خدا, خدا کنترل همه چیزو در دست خودش داره هرگز جنبش نمیخوری میدونی که خدا داره عمل میکنه جلال بر نام عیسی مسیح چقدر بیشتر شما را برخلاف دیدن با چشمان خداوند اندیشیدن با آنچه که خدا برای ما در کلامش بیمانی است بی یعنی چی یعنی باور نکردن نپذیرفتن خیلی ساده است هر آنچه که در این کلام هست که خدا برای ما تدارک دیده وقتی ما آنها رو نمیپذیریم به شکل دیگر به آن نگاه میکنیم میگیم مال اون موقع بوده اینطور بوده اونطور بوده کلام خدا به این چنین طرز فکر میگه بی ایمانی و کلام خدا میگه به ما نشون میده بی ایمانان هرگز نمیتونن خدا رو خوشنود بکنن هللویا در کتاب ابرانیان باب 11 میگوید با ایمان میشه خدا رو خشنود کرد خداوندا میدانم که تو میتونی تو قادر هستی هللویه چقدر بیشتر بعد یاد بگیریم چقدر بیشتر خدا به فکر ما است در کتاب افسوسیان بسیار زیبا میگه نویسنده در کتاب افسوسیان ما این رو میخونیم در فصل سه میگه فصل سای 20. من این آیه رو خیلی دوست دارم میخوام بزرگش کنم در منزلمون بذارم میگه الحال او را که قادر است خوب گوش کن در چه خدای حرف میزنه خوب دقت کنیم به کلام خدا الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخوایم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل میکند کند مر او را در کلیسا و در مسیح ایسا تا جمعی قرنها تا عبدالعباد جلال بود آمین چه خدایی داریم خدای ما فقط به فکر نجات جان ما نیستش فقط نمیخواد که ما از گناه و ظلمت نجات پیدا بکنیم و به بلکوت خدا بریم و روی این زمین پر از مصیبت و بدبختی و درگیری باشیم نه راجب خدایی صحبت میکنه که منبع همه چیزهای نیکو از کلام خدا میگه او را که قادر است منبع است که بکند بی نهایت دوستان هللویا هللویا حساب بانکی خدا هرگز تموم نمیشه هرگز خدا خصیص نیست هرگز خدا بخیل نیست که بگه این داشته باشه اون یکی نداشته باشه من بیشتر ترجیح میدم این داشته باشه اون نداشته باشه چگونه میگی برادر الناتان بر چه مبنایی بر حسب آن قوتی که در ما عمل میکنه جلال بر رام عیسی مسیح آن کیست که در ماست هللویا عیسی مسیح قیام کرده او که فتح و ظفر داره بر قبر فتح و ظفر داره بر گناه فتح و ظفر داره بر دنیا بر جسم هللویا او که هر زانوی در برابر او خم خواهد شد آن قوتی که در ما عمل میکنه همان قوتی که مسیح رو از مردگان قیام داد یعنی روح القدس هللویا او منبع هست او منبع هستش چقدر عالی میگه کلام خدا چقدر بیشتر شما را پس بیمان نباشیم بلکه دریافت کنیم آیه 29 پس شما طالب نباشید که چه بخورید چه, ب... چه بیاشامید و مسترب مشوید زیرا که امتهای جهان همه این چیزها را میطلبند لیکن خوب گوش کنید هر جا کلام خدا میگه لیکن اما اگر یه چیزی خدا میخواد به ما بگه لیکن پدر شما میداند شک برنامه نام خدا نکته بعدی پدر میداند جلال برنامه نام عیسی وقتی میرسی به بنبست مشکلات دور تو رو گرفتن بگو شک خداوندا که تو میدانی هللویا پدر میداند او میداند رایش نیکوست هللویا عیسی میداند رایش نیکوست تو را میخواند آرامش در اوست هللویا نه اد به دست استاد گر شادی یا محسون ایسا میداند هللویا شکر پدر میداند چرا ما طوری رفتار میکنیم که انگار پدر نمیداند ای جان من بدان که پدر میداند که به این چیزها احتیاج دارید هر موقع نیازی میرسه عاطفی روحی مالی روحانی بگو شکر میکنم تو میدانی ای خدا من. تو میدانی الان بگید به خداوند تو میدانی تو میدانی درد مرا تو میدانی مشکل مرا تو میفهمی شب پدر و مادر جسمانی ما رو نفهمن اما او میفهمه او میداند نکته ششم هستش نکته هفتم آی سی و یک بلکه ملکوت خدا را طلب کنید که جمعی این چیزها برای شما افسوده خواهد شد هللویا شغل یک فرزند خدا چیه؟ تلبیدن ملکوت خدا بر روی زمین را در من جلال بیاب از من استفاده بکن من را به کار ببر برای پیش برد ملکوت وقتی ما فکرمون از دنیا بر میداریم از مال دنیا بر میداریم از اون چیزی که دنیاوی ها سراغش هستن پیش میرن بر میداریم و بر ملکوت خدا ببینید عیزان اردر خدا اینجوریه ابتدا ملکوت هست ابتدا پدر آسمانی هست ابتدا خدا هست و بعد زیر مجموعه اون قرار داره میدونی گاهی وقتا ما, خ... ما دنیا رو بالا سر میذاریم مردم میگن آقا کار ما واجبتر از اراده خدا است کار ما شغل ما بالاتره این واجبتره، تلویزیون واجب, تره. تلویزون واجب تره. به هم میریزه همه چیز اما وقتی خدا را ملکوت او را طالب باشیم و در پیام بگوشیم ایزان در انجیل متی فصل پنج مسیح تعلیم میده به ما باید در پی برقراری ملکوت خدا بکوشیم اینها در پیش میاد برکت در پی آن میاد هللویا پس صرف خدمت کنیم تمام زندگیمون خدا را شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم پس اگر موضوعی هست درخواست دعایی هست حتما با ما تماس بگیرید ایمیل کنید تلفن بزنید پایین صفحتون هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم خدا برکتتون بده